پس فرهنگ اسلامی ما فرهنگ مدرن است. فرهنگ مدرن مبنایش خردگرایی و عقلانیت است. عقل در اندیشه اسلامی پیامبر باطنی است. تفکر و اندیشیدن در اندیشه اسلامی ارزش بالاتر از 70 سال عبادت را دارد. تقلید در اندیشه اسلامی محکوم است. اطاعت کورکورانه از دیدگاه و نقطه نظرات دیگران در فرهنگ اسلامی ما منکوب است. پس ما تفکر اسلامی ما تفکر مدرن است، اما جامعه افغانستان تحت فضای گفتمان سنتی و غیر مدرن قرار دارد و ما امروز محکوم یک چنین فرهنگی هستیم. اجازه بدید از دولت سازی برای شما بگم تا نقش شما تثبیت شود که در کجا قرار داریم ما و شما. دولت ملت پدیده مدرن است. تا قبل از رنسانس شما چیزی به نام دولت ملت را ندارید، یعنی قبل از اون شما دولت قبیله را دارید یا دولت شهر را دارید. افلاطون از دولت شهر صحبت میکند. بعضی از اندیشمندان مسلمان در شبه جزیره عربستان از دولت قبیله صحبت میکند، چون قبایل وجود دارد. پس چیزی به نام دولت ملت که ما امروز میگیم دولت جمهوری اسلامی افغانستان، که این دولت سرزمین مشخص جغرافیایی به نام افغانستان دارد، ملت به نام افغانستان دارد، حکومت به نام کابینه قوه مجریه افغانستان دارد، حاکمیت سیاسی هم دارد که در عرصه های بین المللی از این نمایندگی میکند. دولت ملت یک پدیده مدرن است. جوهره و ماهیت دولت ملت هویت ملی است، منافع ملی است و وفاق ملی است، همبستگی ملی. اینا در صورتی که نباشد ما نمیتوانیم سخن از دولت ملت یا دولت ملی به میان بیاوریم. همه اینها پدیده های مدرن، اما جامعه ما جامعه غیر مدرن. پس یک چیز نو با لباس نو، محتوا کهنه، این دو تا قابل جمع نیست. لذاست که ما امروز چیزی به نام هویت ملی تعریف شده نمیتونیم داشته باشیم. ما قبل از این که هویت ملی خود را به نام تبعه افغانستان تعریف کنیم، من خود را تاجیک و ازبک و هزاره و پشتون تعریف میکنم. پس هویت اتمیزه شده، خورد شده، ریز ریز شده را به جای یک هویت کلان ملی ما در کشور خود مشاهده میکنیم. هویت قبیله‌ای هویت غیر مدرن است. ما می‌خوایم پدیده مدرن جایگزین کنیم از هویت ملی. هویت ملی گفتیم مفهوم مدرن است، اما جامعه ما جامعه غیر مدرن سنتی. هویت ما هویت قومی. منافع ملی بر اساس تقاضاها و خواستهای عموم ملت افغانستان تعریف باید شود، اما در کشور ما هنوز منافع ملی بر اساس منافع طبقه خاص حاکم یا دارندگان قدرت یا کتله های خاص قومی تعریف می شود. احزاب پدیده مدرن است، اما در جامعه ما عرض کردم جزیره قومی دارد احزاب سیاسی. یعنی هنوز یک حزب سیاسی مدرنی فراگیر و جدی نتانستیم ایجاد بکنیم. یک واقعیت تلخ است. چرا نتانستیم؟ برای از اینکه حزب پدیده مدرن است، جامعه ما جامعه غیر مدرن است. مدرن با غیر مدرن قابل جمع نیست. پس ما اگر میخواییم این پدیده های مدرن را در این سرزمین وارد بکنیم، خب نقش جوان در کجا معلوم میشه؟ طبیعی است که در درون دولت شهر و دولت قبیله جوان هیچ نقش ندارد. زعیم قوم، کلان قوم، رشتفید قوم با فرمول خانخانی، کت خدامنشی و رشتفید سالارانه حکومت را اداره میکند. جوان کار این نیست. جوان در کجا جایگاهی دارد؟ در درون فرهنگ سیاسی مدرن. پس چرا در جامعه ما امروز جوان مورد بیماری و بی‌توجهی قرار می‌گیرد؟ چرا هنوزم جوان در حاشیه است؟ چرا هنوزم به جوان اجازه اظهار نظر داده نمی‌شود؟ چرا هنوزم به جوان گفته می‌شود تو هنوز خردی، وارد سیاست نشو؟ چرا به جوان گفته می‌شود هنوز نمی‌تونی رهبری حزب سیاسی یا نهاد اجتماعی رو به عهده بگیری؟ برای اینکه فرمول اداره ما فرمول مبتنی بر فرهنگ سنتی و قبیله‌ای است که مبتنی بر روش کلان سالاری است و رشتفید سالاری. و یک نقطه مهمتر برای شما عرض بکنم، در فرهنگ قبیله‌ای سیاست ملک شخصی شاه است.
این شاه حالا یا حاکم این نماینده قبیله است یا سلطان و پادشاه است یا حتی رئیس جمهور ممکن است باشد. ملک شخصی است. در فرهنگ مدرن سیاست ملک شخصی هیچ کسی نیست. سیاست ملک مردم است. سیاست از مردم است، حکومت از مردم است. گاهی اوقات شما از وزیر و وکیل یا حتی رئیس جمهور تا ممکنه بشنوید که اگر چنین نشود من چنان میکنم. این چی رو بازتاب میدهد؟ این فرهنگ سیاسی سنتی و قبیلوی رو، یعنی اینکه سیاست و وزارت ملک منه، من چنین میکنم. نمیگوییم که اگر چنین نشود من مراجعه به مردم خود میکنم، من مراجعه به آرای ملت میکنم، من مراجعه به جوانان میکنم. چرا؟ برای اینکه سیاست رو ملک شخصی خود میدانیم و با سیاست معامله شخصی میکنیم. میتونیم مثل یک تخم مرغ به دیوار بزنیم، له کنیم. طبیعی است که انتظار این که یک سیاست باثبات، مدرن و خردگرا در یک چنین جامعه سنتی و قبیلوی وجود داشته باشد انتظار نابجاست. راه حل چیست؟ خب از صحبتهایی که خدمت شما مطرح کردم، من روی دیدگاه اصرار دارم و تاکید دارم دوستان، این یک سخنرانی خطابی نیست، این یک تئوری است که من خدمت شما عرض میکنم، که من امروز مشکل اساسی افغانستان به طور عام، مشکل اساسی نهادینه نشدن پدیده های مدرن مثل دموکراسی، احزاب، حقوق شهروندی، به طور خاص نهادینه نشدن نقش جوانان در تحولات اجتماعی و سیاسی افغانستان را به طور اخص در وجود فرهنگ سنتی و غیر مدرن می دانم. فرهنگ سنتی که هم غیر مدرن است هم غیر اسلامی است. ما تا زمانی که نتونیم این فرهنگ را از بین ببریم نمیتونیم با چالش ها فائق بیاییم. راه حلی که به نظر می رسد بسیار روشن است. وقتی ما مرض را شناختیم، ریشه‌کن کردن مرض تنها راه علاج درد است. ریشه‌کن کردن فرهنگ سیاسی سنتی و قبیله‌ای. اجازه بدید از ماکس وبر دو جمله را خدمت شما عرض بکنم. من دو جمله را عرض میکنم بحثم را تمام میکنم. ماکس وبر یک از نظریه پردازان علوم اجتماعی و به خصوص فرد مطرح در تئوری های جامعه شناسی است. ماکس وبر معتقد است که آدما سه نوع رفتار یا سه نوع واکنش میتونه در قبال هر مسئله داشته باشه. واکنش و رفتار آدما متأثر از نوع تلقی و نگریش آدم است. در رابطه با هر پدیده شما وقت از خود واکنش نشان میدید، یک از این سه نوع را میتونید داشته باشید. شما میتونید خود را تست کنید در جمله کدامش قرار دارید. بر همه اساس این که میگه آدم ها سه نوع رفتار دارد، چون سه نوع نگریش دارد، نگریش را من ترجمه اتیتیود میگیرم یا تلقی به زبان انگلیسی دوستا خواهرها و برادرای کاشنایی دارن. سه نوع اتیتیود یا سه نوع تلقی را که ماکس وبر مطرح میکنه، میگه سه نوع رفتار یا اکشن را در عرصه های اجتماعی تبارز میدهد. در هر عرصه، از جمله مثلا شما انتخابات رو در نظر بگیرید. انتخابات یک حادثه است. شما اکتور یا عامل هستید که یک اکشن یا یک عمل رو از خود نشان میدید. این اکشن یا عمل شما یک از سه نوع میتونه باشه. وابستگی به این داره که نگریش و تلقی و ذهن شما و همو اتیتیود شما چه رقمی باشه. میگه آدما یا متأثر واکنششان و رفتارشان یا معطوف به ارزش ها و عواطف هست. ارزش ها و عواطف، مثلا میگه که به اکس رای میدهم برای این که فلان آدم بزرگ و فلان رهبر بزرگ به من گفته به اکس رای بده، و رهبر بزرگ از نظر من آدم ارزشمند است. به این او رفتار میگه رفتار در واقع ارزشی و عاطفی و احساسی. آقای ماکس وبر میگه